درود بر بینندگان و شنوندگان گرامی تلویزیون میهن، همچنین درود به جناب بهبهانی. من امیدوارم بینندگان و شنوندگان گرامی هفته خوشی را گذرانده باشند و هفته خوش دیگری در پیش داشته باشند. در هفته که گذشت وضعیت بازار سهام تغییرات زیاد شدیدی نداشت، مگر دیروز که یک افت قابل ملاحظه‌ای داشت و معمولا چنین در چنین مواردی که بازار سهام ارزش مرتب داره میره بالا و یک کاهشی پیدا میکنه، یه دفعه مثل دیروز یه فرصتی برای خریدن چون قیمت های سهام معمولا میاد پایین. اجازه فرمایید من این یک سفر با شما به اشتراک بذارم. بله. بله، همینجور مشتری فرمایید امروز داو جونز 32.81، نزدک 500 شرکت بزرگ امریکایی 17.73 است و ببخشید نزدک که شرکت تکنولوژی اصولا 17.73 است و S&P 500 که 500 شرکت بزرگ امریکایی است 5.5 دلار رفته بالا و درصدش هم خب خیلی یک چهارم، نزدیک یک چهارم یک درصد. به طور کلی روز بدی نیست، ولی خب تغییرات شدید نیست و در حال حاضر هم تقریبا روی 21401 ایزه فرم ببینیم این اکسپندش کنیم ببینیم توی رکورد زده یا هنوز رکوردهای قبلیش هست. اگه این امروزه که خب بالا رفته، ولی در یک ماه ببینیم چجوریه. بله، امروز نسبت به رکورد سابقش که 21112 است هنوز پایینه، ولی در هر صورت جبران داره میکنه چند روز پی در پیو که داشت پایین میامد ارزشش. در هر صورت اتفاق مهمی که در هفته گذشته افتاد این بود که آمازون مرز 1000 دلار رو گذروند، البته برگشت پایین 1000 و در حال حاضر 996. خب در هر صورت معمولا وقتی رقمی رو اونا میگذرونن ازش همونجا نمیمونن، خب همیشه بازی میکنه پایین و بالا میره، ولی خب مهم بود که آمازون رفت بالای 1000 هر سهامش و این خیلی مرز مهم بود که گذروند. در اصل شرکت‌های تکنولوژی که در بازار سهام هستن که در این لیست شما بیشترشون رو مشاهده میکنید مثل اپل، آمازون، فیسبوک، گوگل، مایکروسافت، نتفلیکس و تسلا، اینا همه شرکت هایی هستن که بیشترین درصد بالا رفتن بازار سهام در اختیار دارن و هر کدومشون تقریبا در از این 5 ماه گذشته تا اونجوری که من اطلاع دارم 33% بالا رفتن. خب یک شرط بندی که به نظر باخت توش نداره و هر کسی هر کدوم از این سهام ها رو خریده بوده سالهای گذشته یا حتی اول امسال 33% سود می برده تا حالا. در صورت این وضعیتیه که بازار سهام داره و از طرف دیگه اجازه فرمایید ببینیم
بذارم ببینیم که US مارکت وضعیت بازار نفت در چه حال. امروز بازار ارزش سهام ارزش نفت هر بشکه 1.59 دلار بالا رفته و خب این نسبت به دیروز که بیشتر از 2% یا نزدیک 3% حتی پایین اومده بود قابل ملاحظه است و این نشون میده چقدر قیمت هر بشکه نفت متغیره در حال حاضر. ولی خب مقدارش از 77 سنت بالا رفته ولی دیروز به شدت پایین اومده بود و خب در صورت امروز 49 سنت و علتی هم که ذکر میشه براش اینه که ذخیره نفتی که در امریکا وجود داره مقدارش معینه و هر وقت هر چند وقت هر هفته هر فکر میکنم یا هر چند روزی اعلام میشه که این ذخیره چقدر پایین رفته یا چقدر بالا رفته و چون ذخیره بیشتر از انتظار پایین اومده باعث شد که قیمت نفت بره بالا هر بشکه و البته معکوس این اگه باشه قیمت نفت میاد پایین مثل دیروز. البته گفته میشه که طبق این گزاری که در اینجا داده میشه ذخیره نفت خام 17.5 میلیون برلز پر دی کم شده به که سوپس میکنه که قبلا مثلا 17.3 میلیون بود ببخشید. در صورت این وضعیتیه که امروز وجود داره از نظر بازار سهام و به طور کلی رو به افزایشه و هر کسی دیروز سهامی خریده بود امروز سود برده. اجازه فرمایید حالا که تو اینا هستیم من شیر کردم اینو با شما اشتراک گذاشتم این شرکت های نفتی رو هم نگاه بکنیم. یه شرکت های نفتی همونجور که ملاحظه این فرمایید تمامشون سهامشون رفتن بالا امروز بازم به همون علت که خب شرکت نفتی امریکایی میبینن چون ذخیره کم شده در امریکا میتونن تولید کنن و مطمئن باشن که میتونن بفروشن و نفتی که تو نفت خامی رو تولید میکنن و دستشون نمیمونه و البته بیشتر این نفت خامی هم که تولید میشه در خود پالایشگاه امریکا تصفیه میشه و صرف نظر از اینکه خب بخشش هم صادر میشه. البته صادر شدن نفت امریکا اخیرا در زمان اوباما تصویب شد چون پیش از اون صادر کردن نفت امریکا ممنوع بود به خاطر اینکه همیشه امریکا به صورت بنظر کافی نفت تولید نمیکرد ولی چون در حال حاضر نفت میتونه زیاد تولید بکنه و پیش بینی میشه شاید دومی یا اولین تولید کننده نفت جهان بشه به زودی از این نظر میتونه نفتم صادر بکنه ولی در اصل بیشتر تأثیری که گذاشته میشه خود مصرف داخلیه و در امریکا معمولا وقتی تابستان نزدیک میشه و مردم بیشتر مسافرت میکنن این بازار به اصطلاح قیمت مصرف بنزین زیاد میشه در نتیجه شرکت نفتی هم میتونن بیشتر نفت تولید کنن. همونچون گوشته این فهمید همشون مثبت هستن. بریتیش پترولیوم بی پی 17 سنت رفته بالا و الان 36.32. این شرکت نفت پیشین ایران انگلیس که ایران درش سهم داشت و خب البته الان نداره و نکته با مهم اینه که درش 6.64% سود هر سهامشه که البته مقدارش هست 60 سنت و اینو در هر سه ماه 15 سنت به سهامداراشون سود میده. البته تعداد سهامش هم خب خیلی زیاده بالای بیلیونه. ما که نمیخواییم معامله بکنیم در برش اینجا میتونیم معامله کنید ولی خب من کلوزش بکنم میبندمش. بله این شرکت های تکنولوژی هم ما یه نگاهی بهش کردیم و
اینجوری گزارش میشه که حتی تولید کننده مواد دارویی و وسایل پزشکی که این لیست یه تعداد محدودشون هستش و بیشترشون خب امریکایی هستن و حتی امریکایی هم نباشن، در اروپا هم باشن مرکزشون، بیشتر تحقیقاتشون در امریکا انجام میشه. همونجور مشته میشون بیشترشون مثبت هستن، اکثرشون مثبت هستن و قیمتاشون هم این لیستی که من دارم بالاست همه، ولی اینجوری که گفته میشه در حال حاضر ارزش سهام شرکت های تولید کننده دارو و وسایل پزشکی نسبت به بخش های دیگه صنایع امریکا یا جهان پایینه، ارزششون کمتره و به اصطلاح وقت خریدن و قیمت های مناسبیه برای خریدن و امیدوارم مردم سود ببرن از این پولی که توی این بخش میذارن. البته این شرکت هایی که در اینجا مشاهده میکنید بعضی هاشون در حال تحقیق هستن، هنوز زیاد سودآور نیستن، ولی با اینکه سودآور هم نیستن قیمت سهامشون خیلی بالاست. مثلا این شرکت الکسیون فارماسیوتیکالز، همجور مشتر میکنید سهامش هست $100.42، البته تا $157 هم در عرض سال بالا رفته، ولی خب اخیرا مقدار پایین اومد ارزش سهامش، ولی سود سهام هم نمیده، ولی در صورت کسانی که سهامش میخرن امیدوارن که در آینده سود قابل ملاحظه‌ای ببرن. و بیشتر شرکت های دارویی چنین وضعی دارن، البته خیلی ریسکیه، اگه نشناسی کسی شرکت خاصی رو و بره سهامش رو بخره کار درستی نیست، و بهتر اطلاعات کافی داشته باشه اگه میره تو شرکت های تولید کننده دارو و وسایل پزشکی، مثلا دارویی که ساخته میخواد بشه و معمولا 10 سال حداقل طول میکشه تا دارو بسیار تحقیقات در روش تمام بشه و بسیار بهداری امریکا معادلش اجازه بده چون به صلاح فروخته بشه. البته ما میدونیم دارو خیلی گرونه در امریکا نسبت به اروپا یا آسیا، همون داری که در اروپا یا سایر نقاط جهان میشه خیلی ارزونتر خرید، در امریکا خیلی گرونه و قرصی هستش که هر دونش $1000 حتی. در برش صحبت شده قبلا در برنامه پیشین، یه من فکر نمی کنم بخوایم تکرارش کنیم، به یکی از اون شرکت هایی که خیلی مشکل دارن باش هم دولت امریکا هم مردم امریکا، این شرکت میلنه که یه دارویی که برای حساسیت بچه هاست نسبت به پینات یا بادوم و که 5000% ارزش گرونتر شده و البته مدیران اجراییشون اخیرا من برخورد کردن باش $100 میلیون در از یک سال پول گرفتن یکیشون و سهامدارشون سخت با نمیخوان این اشخاص انتخاب بشن به عنوان جهتسازهای شرکت و به همین علت به شرکت یه نسبتا بدنام شده و هم زیر تحقیقات کانگرس امریکاست و هم این که خب سهامدارا شدهش ناراضی هستن به خاطر این قیمت های بالایی که داروش برده و این وضعیه که بیشتر داروها دارن در امریکا. اجازه فرمایید برگردیم به یک اتفاقی مهم دیگهی که در هفته گذشته اتفاق افتاد. گزارش که داده شده در هفته گذشته در بله تقریبا دیروز بوده اینه که مصرف کننده های امریکا مصرفشون 4% بالا بردن، قبل از این 3% بوده، در 3 ماه اول سال نزدیک کلن 6% مصرف به اصطلاح بالا رفته بوده در عرض 3 ماه، ولی خب در این ماه 4% بالا رفته.
و نکته مهم اینه که مصرف کننده به اصطلاح مصرف کننده های امریکایی پولی که برای خرج کردن دارن به غیر از کارهای معمولی 3/4 اقتصاد امریکاست. بله اگه من اشتباه نکنم که فکر میکنم درست 3/4 اقتصاد امریکاست و این همون داستانی که در ایران در زمان رژیم پیشین به عنوان کمونیستا جامعه مصرفی میگفتنش و اصولا چنان که یه جامعه نخواد مصرف کنه چرا اصولا تولید بکنه و از این نظره که مصرف در امریکا خیلی مهمه و اگه مردم کمتر این تولیدات رو مصرف بکنن اصولا اکانومی اقتصاد امریکا پایین‌تر میره و کمتر میشه به جای گسترش پیدا بکنه منقبض میشه. بنابراین خب چون الان 4% شده خیلی امید بیشتری پیش اومده برای 3 ماه آینده که البته به همین علت پیش بینی میکنن همون چی قبلا صحبت شد تولید ناخالص ملی امریکا در اولین 3 ماه سال 2017 البته گزارش شد که 0.8% 1% بوده و این خب خیلی مایوس کننده بود. البته بعدا دوباره بررسیش کردن و فکر بودن که 1.2% و چون مصرف داخلی در حال حاضر بالا رفته مردم بیشتر خرید میکنن پیش بینی میکنن که تولید ناخالص ملی امریکا به 3% برسه در دومین کوارتر سال 2017 و خب این اگه به این ترتیب افزایش پیدا بکنه مصرف از طرف دیگه فردا آمار تولید شغل در ماه گذشته بله در ماه می اعلام خواهد شد و الان ما اول جون هستیم امروز پیش بینی میکنن که 185,000 تو شغل جدید در امریکا تولید خواهد شد و البته این خب اگه این اتفاقات بیفته چون مصرف رفته بالا مصرف کننده داره بیشتر پول خرج میکنه و میگن 4% بیشتر خرج میکنن و همونطور درآمدها 4% بالا رفته بازم طبق این آمار بخری بانکی به احتمالاً یک 0.4% دوباره بالا خواهد رفت و خب این بهره بانکی بالا میره معمولا برای اینکه جلوی تورم بگیره و این به طور کلی چشم‌اندازیه که برای 3 ماه آینده اقتصاد امریکا داده میشه و البته تأثیر میذاره رو تمام دنیای اقتصاد امریکا. البته گزارش های زیادی درباره اکونومی بررسی های زیادی از جنبه های مختلف میشه و یکی از جنبه هایی که بررسی میشه اینه که نیروکاری که وجود داره از کجا میاد و اینجور که گزارش داده میشه اخیرا در لس آنجلس تایمز اینه که خانوما که در سال 2068 درصد نیروی کار امریکا رو تامین میکردن کمتر شدن و الان شده 61.4%. البته اینا خانمایی هستن که ازدواج نکردن و بچه هم ندارن و البته اونایی که ازدواج کردن و بچه دارن 72.3% بوده ولی در حال حاضر شده 72.5%. خب اهمیت این نیروی کار بانوان در جامعه در اینجاست که مشخص میشه که در یه جامعه چه نقش مهمی خانم‌ها بازی میکنن از نظر اقتصادی از نظر تولید ناخالص ملی و اگه بیاییم مقایسه بکنیم با اون طرز فکر عهد عتیق حزب‌اللهی‌ها و مذهبی‌ها که زنان نباید کار کنن تو خونه باشن و مرد فقط کار بکنن میبینیم که خب کشور چقدر فقیر خواهد شد وقتی که 50% جمعیتش
به طور کلی از بازار کار خارج بشه و ما اطلاع داریم دقیقا که در ایران در حال حاضر چه تلاش سختی میکنن رژیم جمهوری اسلامی که خانم‌ها رو از بازار کار خارج بکنن. البته در دولت براشون مشکلات خیلی فراوانی فراهم کردن که باعث شده نتونن شغل بگیرن و از طرف دیگه هم خب استخدامشون نمی کنن رسما، در صورتی که در رژیم مشروطه پادشاهی پیشین دولت از سال 42 بعد به سال خانم رأی حق رأی گرفتن رسما که خمینی خیلی عصبانی کرد و خیلی طرفداراشو ریخت تو خیابونا، مقررات گذاشته شد، قانونی گذاشته شد که اصلا درصد معینی از خانم‌ها باید در دانشگاه ها و در اداره دولتی استخدام بشن، یعنی یک کوتای براشون گذاشته شده بود برای اینکه خانم‌ها رو وارد بازار تولید کار بکنن. خب خیلی مهم بود و ارزش قابل ملاحظه‌ای داشت، کاری که در سال 57 برعکس شروع شد و در حال حاضر مشاهده میکنیم که خانم ها با چه محدودیت های غیر باور نکردنی روبرو هستند و چطور دولت سعی میکنه از بازار کار اخراجشون بکنه، ارجحیت به مردم میده مخصوصا در ادارات دولتی. ولی خب در اصل ما مشاهده میکنیم که در بخش خصوصی که در رژیم جمهوری اسلامی وجود داره خانم‌ها چه لیاقت از خودشون نشون میدن و چقدر در بازارگار هستن. حتما اطلاعات دقیقی ندارم از آمارش، ولی خب به طور کلی مشاهده میشه که من دیده میشه که وجود دارن در بخش‌های مختلف صنعتی و تولیدی برای فعالیت هم میکنن در بخش خصوصی، با اینکه دولت مشکلات زیادی بسشون ایجاد میکنه، به ویژه خب رسما میگه برخورد زنها و خب آقایون یک جرمه، یک کار غلطیه، یک کار حرومیه. خب همین مشکل باعث میشه که خب زنها در جامعه نتونن فعالیت بکنن یا محدودیت براشون ایجاد بکنن. از این نظر این درصدها رو من نقش خانم‌ها رو در امریکا که خب چیزی که کمتر شده درصد فعالیتشون باعث ناراحتی شده در امریکا، چقدر فرق میکنه، چقدر ذهنیت مذهبی با ذهنیت معقول اقتصادی در تضاد ما میتونیم ببینیمش کاملا. و این یک که کم شدن نیروی کار خانم‌ها در امریکا به عنوان یک جنبه منفی خیلی بزرگی مطرح شده و چه برنامه هایی میخواییم بذارن که جلوشو بگیرن، جایی که علت های مهمی که باعث میشه که خانم ها بچه دار نشن این به خاطر اینکه تحصیل میشه رو کار کردنش. و خب البته خیلی از شرکت های امریکایی در حال حاضر حتی مهد کودک های خصوصی هم برای خودشون درست کردن که کارمنداشون بچه هاشون میتونن بذارن اونجا و حتی خانم ها میتونن دهن موقعی به صلاح به ساعتهای غیر کاریشون برن بچه هاشون ببینن. خیلی تحصیلات زیادی فراهم شده، حتی به عنوان مثال مثلا میتونن یه ماه قبل از این تا بچه دار شدنشون و 5 ماه هم تصور میکنن بعد از بچه دار شدنشون سر کار نرن و شرکت نمیتونه اونا رو اخراج بکنه، شرکت خصوصی حتی شرکت دولت شما شرکت دولتان شاملشون میشه. پس این تلاش خیلی وسیعی که در امریکا و کشورهای پیشرفته و سکولار میشه که خانم‌ها رو در بازار کار نگه دارن برای خاطر بالا بردن افزایش تولید ناخالص ملی و خب در رژیم جمهوری اسلامی معکوس این اقدام میشه و خب نتیجه هم فقریه که تولید میشه و پایین رفتن قدرت خرید مردمه. البته این
در تناقض با افکار کمونیست هم هست و اونها چون معتقد تبلیغاتشون اصولا روی بازار مصرفی بودش و یک صحبت هایی میکردن که اصولا معقول نیست. بگذاریم از این نکته مهمیه که خانم در شکل در بازار کار باشن و به هر ترتیب شده نگرشون دارن. همینجور بحثی هستش که در مشکلی دیگه ای که وجود داره در شرکت های خصوصی، البته اکانومی خیلی اقتصاد خیلی پیشرفته مثل اقتصاد امریکا با این مسئله روبرو میشه، و اون اینه که شرکت های خصوصی که به اصطلاح فرآیند قابل ملاحظه میکنن و تولیدات قابل ملاحظه دارن، از زندگی خیلی آسوده میکنن برای مردم، مدیران اجراییشون حقوق خیلی کلونی میگیرن. من میل همون میلن شرکت میلن که 100 میلیون من ذکر کردم، و این مدیران اجرایی حقوقای زیادی رو که میگیرن خب تأثیر میذاره روی اون اختلاف طبقاتی، و اون اختلاف طبقاتی برای هیچ جامعه‌ای هرچی بیشتر باشه مفید نیست و جنبه خیلی بدی داره برای جامعه. و در حال حاضرم خب وقتی شعر مدیران اجاری شرکت های خصوصی خیلی هم زیاد هستن در امریکا و اقتصاد امریکا اصولا دست اوناست، وقتی این حقوق های کلون رو میگیرن خیلی برای کسانی که برای همون شرکت کار میکنن مشکلی که بپذیرن که مدیر اجرایی برفا 100 میلیون دلار بگیره و مثلا یک کارمند معمولی برای 40,000 دلار یا 50,000 دلار در سال بعد به جنگی که مثلا اون حقوق بگیره یا یه مقداری بیشتر از اون بگیره. در اصل این مشکل اختلاف طبقاتی شدیدی هست که وجود داره در امریکا و معمولا سهامدارای هر شرکت هم نگاه میکنن به این که چجوری مدیران اجرایی دارن حقوق میگیرن از شرکت، و اینو تأثیر میذاره تو رأی دادنشون برای کسانی که به اصطلاح دایرکتور هست یا کسانی که جهت شرکت رو معین میکنن. بله، البته در هفته گذشته اتفاق مهمی که افتاده بود رفتن ترامپ به اروپا بود و عربستان سعودی بودش. از نظر سیاسی خب در عربستان سعودی در اونجا یک اتحاد ایجاد شد، صحبت ها خیلی صریح شد برای اسلام سیاسی و اسلام جهادی. در صد ما میتونستیم عربستان سعودی که یکی از اون جورمنداشه، اسپانسراشه در امریکا، چقدر مساجد ایجاد میکنه و این تعصبات مذهبی اسلامی در اونجا وجود داره، ولی خب در ترامپ رفت و عربستان سعودی به خیلی توی چشمون هم نگاه کرد و گفتش که این اسلام جهادی و اسلام سیاسی و تروریست رو محکوم کرد و ازشون خواست که باید اینا رو از کشورشون اخراج کنن، از اجتماعشون اخراج کنن و اجازه ندن رشد بکنه و از بین ببرنش به طور کلی. و خب یک بحثایی رو مطرح کرد که قبلا مطرح نمی شد و از اون طرف ایشون به امریکا هم که رفت، به اروپا هم که رفت، ببخشید به اروپا هم که رفت، نکته ای که من از اون اوایلی که اومدم امریکا و اطلاعات درباره امریکا جذب کردم نظرم جلب کردیم، پولی بود که امریکا در ناتو خرج میکرد و در اون موقع من دیدم چیزی مثل 300 میلیون دلار از نصف بودجه دفاعی امریکا در اروپا و خارج اروپا خرج میشد. برای من خیلی تعجب آور بود که چون مردم امریکا حاضرن چنین مالیاتهایی بدن و این پولو بره تو خارج دست خرج بشه.
حالا ترامپ در همین سفری که در اروپا داشت و شروع کرد رسما بهشون شکایت کرد که به رؤسای شرکت های به اصطلاح رؤسای جمهوری و نخست وزیرهایی که در اروپا بودن و در جمع شده بودن در این گرد همایی هفت کشور بزرگی اروپایی که شما باید خرج دفاعی خودتون رو خودتون بدید، ما نمیتونیم، مردم امریکا نمیتونن این کار بکنن. خب از اون طرف ما میدونیم که امریکا از در حدود 20 تریلیون دلار بدهکاری داره و خب این یه شوکی بود برای اروپایی ها. مخصوصا ترامپ خیلی مشکل داره با آلمان و که چرا این بانک اکانومی خیلی خوبی داره و پول خوبی هم تولید میکنه چرا از خرج دفاعیش نمیده و امروز هم امریکا باید در اونجا نیروی نظامی داشته باشه و خرجش هم بده. پس این به مزاق اروپایی خوششون نیامد و البته در امریکا همونجور که ما میدونیم ترامپ هم پایگاه محکمی در میان مطبوعات و طبقه بانفوز نداره و خب اینا هم از این طرف گفتن که چرا این صحبت هایی کرده و این اتحادیه این ناتوی که وجود داره داره به خطر میندازه. ولی خب این برنامه‌ای بود که ترامپ در دوران انتخاباتیش اعلام کرده بود که ما اجازه نمیدم کشورهای دیگه از امریکا سوء استفاده کنن از مالی، حالا میخواد از تجارتی باشه میخواد از نظامی باشه. البته ما میدونیم که امریکا خب در عراق و افغانستان پول زیادی خرج میکنه، فرزندانش در اونجا کشته میشن و سرجاش هم واستاده و بیرون هم نمیخواد بیاد و جلوی نیروهای افراطی اسلامی سیاسی رو در اونجا گرفته و کمک میکنه به دولت‌های مرکزی که موفق بشن و اونا رو سرکوب کنن. ولی خب در اصورت انتظار داره که کشورهای اروپایی بیشتر سهمی بپردازن در این مورد و تمام بار گردن امریکا نندازن. ازاد ترامپ یک رئیس جمهور غیر متداوله و صحبتاش هم غیر معمولیه و صحبتهایی رو میکنه که معمولا شما میتونید تو خیابون از مردم معمولی هم بشنفید. خب برای شما یه نفر آدمی که در امریکا داره برای زندگیش سخت تلاش میکنه، خانوادش نگهداری بکنه، ازش خرج تحصیل بچه هاشو بده، وقتی میشنفه که مالیاتی که داره میده که زیاد هم هست، معمولا در امریکا مردم مالیات مستقیم زیاد میدن که این پولا میره در اروپا خرج میشه برای برف از دفاع نظامی آلمان، خب براشون خیلی سخت اینه قبول کردن که ما چرا باید این پولا رو بدیم. در اصل یک واقعیتی هستش که در حال حاضر وجود داره و این بحث ها ادامه خواهد پیدا کرد. اتفاق دیگه ای که البته در هفته گذشته ما میدونیم که معمولا برف از یکی از کامدیانهایی بوده که سر ترامپ بریده شده رو خون آلود و برده به عنوان جوک مطرح کرده، البته با واکنش خیلی منفی رو برو شده و شغلش هم از دست داده در CNN ظاهرا در حال حاضر، اگه بعدا نبخشنش. به طور کلی خیلی یک برخورد منفی ما میدونیم میشه با رئیس جمهور امریکا و میخواد ترامپ باشه یا میخواد جورج دبلیو بوش باشه و در این میان خب اوباما خیلی بعضش خوب بود نسبت به اون دوتا، ولی به طور کلی ما مشاهده میکنیم که برفض فیلم هایی که ساخته میشه چقدر فیلم هایی هم که ضد رژیم هستن. من یاد جریان های قبل از 57 ایران میندازه و همینطور البته در چین
یه سری دارن فیلم میسازن که چطور جلوی فساد مالی دارن میگیرن، و البته این تبلیغاتی کاملا به نفع رژیم چین، و ما مشاهده میکنیم، معکوسش در امریکا که تمام تبلیغاتی که در حال حاضر بریجه وقتی برای ترامپ از وقتی که رئیس جمهور شده چقدر تبلیغات شدیدی برعکسش میشه. و خب این صدمه میزنه به دوام یک رژیم، به بقای یک حکومت. البته همونجور که در ایران ما از سرنگونی رژیم مشروطه پادشاهی هرچقدر از مشروطه پادشاهی اجرا میشد، هرچقدر از قانون اساسیش اجرا میشد، عوض کردیم به جمهوری اسلامی که صدمه ای مردم دیدن. بعض وقتا این تفاهم پیش میاد که رژیم چیزی که در حال حاضر است کلمه انگلیسیش take it for guarantee میکنن و فکر میکنن یه چیز طبیعیه، باید باشه همیشه اینجوری و تا وقتی دوچار یک مشکلات عظیم بشن. درصد دکتر این بود که چقدر چین کمونیست سینمایی که داره تبلیغ میکنه برای رژیمش. و در امریکا ما مشاهده میکنیم که سینمایی که داره مخصوصا در نتفلیکس و غیره که چه تبلیغ شدیدی میکنن بر علیه سیستم حکومتش. البته هیچ اشکالی نداره، دموکراسی باید میتونن بکنن اینو، ولی وقتی به این حد افراط میرسه خب یه زنگ خطرهایی رو میزنه، مثلا اینکه سر رئیس جمهوری بگیرن ببرن دستشون مثل آیسس به عنوان کامیدی مطرحش بکنن. در اصل این نکته هم وجود داره. ایزه فرمایید در این میانه برنامه برگردیم یک نگاهی بکنیم دوباره به بازار سهام. فایل من اولین رو ردیفشون بکنم مرغامو. نیسی فامیلی هسته من بیرون انداخته اینترنت برگردم. بسیار بگذار و اینه من اشتراک بذارم و این در حال حاضر در این مدت اندکی بیش از نیم ساعت چه تغییراتی در بازار سهام پیش اومده. در حال حاضر همونجور که مشاهده می‌فرمایید داو جونز 45 و خب افزایش پیدا کرده، نزدک هم شرکت های تکنولوژی هستن بیشتر، اونم افزایش پیدا کرده و S&P 500 هم افزایش پیدا کرده. قبلا چیزی بود در حد 2% مثل که الان 4% بالاتر رفته. و خب همینطور به جفرم این نفت هم به نگاهی بهش بکنیم. نفت در چاله برای نفت هم خب 1.14% بالا رفته. مقدارش چقدر؟ 56 سنتی که اندکی پایین اومده نسبت به اون آخرین باری که ما نگاه کردیم اینا رو. خب اینجور مشته میکنیم که چقدر متغیر همه چیز، ولی خب تغییرات اونقدر شدید نیست. و اگه برگیم به شرکت ها رو نگاه بکنیم، شرکت های داروسازی این لیستی که هستن، وسایل پزشکی و داروسازی که گفته میشه به اصطلاح بخش پزشکی در امریکا 1/6 تولید ناخالص ملی امریکا رو تشکیل میده،
بخش خیلی بزرگیه از نظر اقتصادی، و چون در حال حاضر نسل که بهش میگن بیبی بومر ها، اون بچه های بچه زیاد مثلا تولید کرده بودن موقع، پیر شدن الان و خب خرج بهداشتشون خیلی زیاده، و بسه همین هم از گفته میشه که یک شیشم اقتصاد امریکا خرج بهداشت میشه و دکتر و دوا. همچنین مشاهده میکنی البته این همه امروز مثبت بودن و قیمتشون هم خوب بالا رفته. بله بیزه فهم ببینیم شرکت های نفتی در چه حال هستن. احتمالا این مقدار پایین اومده. بله هنوز هم خب اکثرشون مثبت هم، هرچند که مقدارش کمه ولی خب مثبت هستن. البته به عنوان مثال این شرکت ماراتون بود، یه شرکتیه که کارش تو تصفیه نفت اصولا، و در حال حاضر 53 دلار سهامش، چون در حال حاضر مصرف بنزین زیاده در تابستان. خب این وقتی که شرکت هایی که تو کار تصفیه نفت هستن پالاشگاه رو در اختیار دارن، همشون هم بخش خصوصی هستن، بخش دولتی نیست به طور کلی، برعکس ایران ارزش سهامشون میره بالا و تغییرات خیلی ارزش بنزین هم مرتب تغییر میکنه و البته خب الان خیلی نسبت به سابق بهتر شده قیمتاش. از اون موقع که نفت 100 دلار بود هر بشکی، رسته بود تقریبا 5 دلار هر گلان نفت بنزین، ولی الان خب در زیر 3 دلار و زیر 3 دلاره. البته میشه 2 دلار خورده ای هم گیر آورد در بعضی از استیت ها. در صورت همین فراونی که وجود داره در امریکا از هر نظر به خاطر اکونومی بخش خصوصیه، برام که صنایع در اختیار بخش خصوصی در اختیار مردمه و این مردم هم تولید میکنن تا اونجایی که میتونن بفروشن و سود ببرن، و هر وقتی که مصرف میره بالا خب تولید هم میره بالا که جواب مصرف رو بده، بعدن چه خب کار بیشتری انجام میشه. وقتی کار بیشتری یک کشور انجام بشه کشور ثروتمندتر میشه، هرچی کار کمتری در یک کشور انجام میشه کشور فقیرتر میشه. البته این ایجاد کار و کار انجام شده یه فاصله زیادی داره با اون کارهای بیهودهی که انجام میشه. برفرض کار که دولت انجام میده کار تولیدی نیست، یه کاریه یک نظمی رو حفظ میکنه، یک مقرراتی رو ایجاد کرده و اونها رو حفظ میکنه و یک نظمی که در کشور وجود داره. و همینطور وقتی این لایه های مختلفی که وجود داره برای که کاری انجام بشه، برفرض خب کسی که شرکت تشکیل میده شرکتی ایجاد میشه، حالا سهامی عام یا خصوصیه، این لایه‌های زیادی هستش که باید خرجش بده ولی رفت مستقیمی هم به تولید نداره. برفرض در اینجا چیزی که برای به اصطلاح بیمه کارگر هستش، باید پولی بده ولی رفتی نداره به تولید واقعیش، یا اینکه مالیات ویژه‌ای که برای نقص عضو داده میشه یا بازنشستگی داده میشه، تمام این لایه های مختلفی که وجود داره برای تولید، خب هرچی بیشتر میشه صدمه میزنه به گرونتر میشه تولید کردن. در فرض لشکری از وکیل هایی که در امریکا وجود دارن و اینا در اقسام و در جاهای مختلفی لایه های مختلفی رو به اصطلاح
تشکیل میدن برای حالا میخوان تغییر قانونی بکنن از نظر صدمه شخصی یا صدمه به کارگرا یا هر چیز دیگه، اینا همه خرج داره و اون خرجی که برای تولید میشه بالا میبره. البته در بعضی موارد این آنچنان بالا رفته در امریکا که خب ما میبینیم که کشور شرکت های امریکایی ترجیح میدن برن در خارج، بفرض در مکزیک برن این کار انجام بدن، تولیدشون بکنن. خب میدونیم در مکزیک هم جنرال موتورز کارخونه اتومبیل سازی داره، هم فورد داره، هم کرایسلر داره، البته نیسان و تویوتا و کشور دیگه هم دارن. علتش اینه که در اونجا خب یه مقدار فعالیت ساختن اتومبیل خرجش اونقدر نیستش در امریکا هستش، و خب امریکا هرچی بیشتر این تولیداتش گرونتر میکنه بیشتر صنایعش فرار میکنن میرن به خارج که در اونجا ارزونتر تولید میشه. البته یک بحثیه که یک ترامپ هم ایجاد کرده که نمیخواد در خارج تولید بشه، ولی البته ایشون با مشکلی عملی روبرویه و اونی که تا وقتی در خارج ارزونتر کار انجام شده در میاد و برای مصرف کننده ارزونتره و اون هرچی در داخل امریکا انجام بشه گرونتر در میاد و مصرف کننده هرچند پول بیشتری باید بده بعض موقع از اختش بر نمیاد، این باعث میشه که اصولا کاری انجام نشه در نهایت و این مشکلی وجود داره و به اصطلاح در صورت این گرون در اومدن کار انجام شده در بخش‌های مختلف ما مشاهدهش میکنیم. بله، بعد هفته گذشته بحثی بودش درباره آموزشگاهی دبستان ها و دبیرستان ها و دانشگاه در امریکا. البته دبستان ها و دبیرستان ها همونچه صحبت شد منطقی هستن، مکانی هستن، شهری هستن، هر شهری برای خودش استقلال کامل داره و نه ایالت میتونه 100% کنترلشون کنه نه اینکه دولت مرکزی میتونه کنترلشون کنه، برعکس ایران که خب همه چیز از دولت مرکزی میاد بیرون. و حتی در موادی که تدریس میشه در دبستان و دبیرستان هم مردم انجمن شهر یا انجمن اون دبستان و دبیرستانی که شهر داره دخالت میکنه که چه چیزهایی تدریس بشه چه چیزهایی تدریس نشه چه چجوری انجام میشه و این خیلی کنترل دولت رو میده دست مردم در سطح خیلی پایین و به این منظور که در سطح شهر، در سطح برفرض شهر 50,000 نفری یا 20,000 نفری مردمش کاملا در کنترل تدریس بچه هاشون هستن. البته در حال حاضر این چارتر اسکول یا دبستان های پیمانی که دبستان ها و دبیرستان های پیمانی که ایجاد شده در مورد دبستان ها و دبیرستان هایی که اتحادیه معلم ها میچرخوننشون، البته اون اتحادیه معلم ها وقتی میچرخوننشون مردم انجمن شهر مثلا انجمن شهر انجمن که برای دبستان ها و دبیرستان های انتخابی مردم که هست نمیتونن زیاد دخالت کنن توش، به خاطر همین دبستان های پیمانی ایجاد کردن که آموزشگاه های پیمانی ایجاد کردن. این آموزشگاه های پیمانی همون چیه اسمش هست پیمانیه، یعنی میتونن امسال بهش بدن این امتیاز رو و سوالی ازش بگیرن، یک به اصطلاح تضمینی وجود نداره این شغلی که این شخص داره برای گردوندن اون دبستان و دبیرستان. این باعث میشه که همیشه نگران از دست کارش باشه و تلاش میکنه که کارش بهتر انجام بده و کار بهتر انجام دادنش هم آموزش دادن بهتر بچه هاست، در صورتی که وقتی اتحادی ها کار میکنن، اتحادی آموزگارا کار میکنن تقریبا به خاطر اون ضمانتنامه هایی که وجود داره براشون برای
آیندهشون که نمیتونن بیرونشون کنن، شغلشون از دست نمیدن، در هر صورت سال دیگه هم همون کار انجام میدن، تلاشی نمیکنن که بهتر کارشون انجام بدن. خب این دو طرز فکری که وجود داره و جدالیه که در سطح شهر وجود داره و دموکراسی در اون پایین‌ترین بخشش داره ما شاهدش هستیم و به این خاطر من ذکرش میکنم در اینجا. البته من اینو استاپ شیرینگ نکردم، موضوع عوض شد. برای ساعتم که نکته دیگه ایم که در هفته گذشته نظر جلب میکنه که چقدر امریکا و به ویژه لس آنجلس جذب میکنه پول از تمام دنیا رو، مخصوصا در املاک یا ریال استیت، که حالا میخواد اون املاک مثلا مسکن شخصی باشه، مخزن فردی باشه، یا در املاک مثلا تجارتی باشه. خب املاک تجارتی خیلی ساختمانه بزرگ چند طبقه و چند این طبقه و صد طبقه و غیره، قیمت های خیلی زیادی هم دارن. و لس آنجلس مقاله که وجود داشت من باش برخورد کردم صحبت میکنه که چجور مردم همه دوست دارن بیان در اینجا زندگی بکنن و پولشون هم میارن اینجا سرمایه گذاری میکنن تو املاک، حالا تجارتی یا مسکونی، با این که مقررات که در کالیفرنیا وجود داره خیلی مقررات سخت نمیشه بهش گفت، ولی خب مالیات های زیادی میذاره به روی مردم یا برفرض اون کسب فرضی هایی که انجام میشه یا بیزینس هایی که انجام میشه. از این نظر چون لس آنجلس هواش خوبه و محیط خیلی لیبرالیه، اینجور مردم رو جذب میکنه به طرف خودش و شماره یک در دنیا از نظر جذب سرمایه. خب وقتی شما بهترین محیط زندگی رو فراهم بکنید، از تمام دنیا میان در اونجا سعی میکنن در اون محیط زندگی زندگی کنن، و هرچی محیط زندگی رو بدترش بکنیم خب مردم فرار میکنن. بهترین نمونهش هم خب ایرانه که جمهوری اسلامی وقت سر کار اومده آنچنان محیط زندگی رو سخت و غیر قابل تحمل کرده، خب که در اولین فرصت سعی میکنن مردم فرار بکنن. حتی ما مشاهده کردیم که کسانی که این رژیم روی کار آوردن از اون روز اول، از اون سالهای اول ما مشاهده میکنیم که بخشای مختلفشون شروع کردن فرار کردن از ایران، حالا صرف نظر از آدمای معمولی و برف از مخالفای رژیم که چقدر زندگی کردن در اونجا سخته. البته روحانی هم که تبلیغات انتخاباتی میکرد برای خودش هر چهار سال، هم چهار سال پیش هم در این انتخابات که قبول انتخاب شد، همیشه اگه توجه کرده باشیم سعی میکرد که بگی که من میخوام زندگی راحت تر بکنم در ایران و مزاحمت دولت رو کمتر بکنم. البته مشاهده ما میکنیم که خب تا حدود زیادی ناموفقه، به خاطر اینکه لایه های قدرتی که وجود داره ماورای رئیس جمهور، لایه های قدرتی که انتخابی نیستن و ماورای رئیس جمهور که انتخابیه، هرچه ما این انتخابات هم ما میدونیم که منصفانه نیست و خیلی از قربیل شورای نگهبان و غیره رد میشه، ولی در صد منظور اون بود که هرچی به کشوری زندگی رو بهتر بکنه واسه این مردم و امکانات بهتری رو فراهم بکنه، چجور مردم از نه تنها در همون شهر باقی مونن و از بقیه نقاط کشور میان اون شهر، چقدر در حتی دنیا بالا میشن میان اونجا. بله.
اجازه فرمایید برای آخرین بار یه نگاه دیگه بکنیم به بازار سهام، چون تقریبا وقت داره تموم میشه. بریم من اینو به اشتراک بذارم دوباره. شیر دسکرین استارت. بله، اما جده مشتری میفرمایید من یه آپدیتش بکنم. بله، در حوض مشته میکنید که البته الان ساعت به وقت نیویورک 12 است، 6 دقیقه 12 گذشته و 4 ساعت دیگه هم بازار سهام باز خواهد بود و تقریبا در میانشه و ما مشاهده میکنیم که بازم افزایش پیدا کرده. داو جونز رفته به 56، آخرین باری که ما دیدیمش 47 یا 46 بود و نزدک هم همینجور که شرکت های تکنولوژی بیشتر داره بالا رفته و همینطور هم برای گویا S&P 500 دستان بیشتر نزدیک به اون چیزی که قبلا مشاهدش کردیم. اجازه فرمایید یه نگاهی هم به نفت بکنیم. نفت هم تغییر قابل ملاحظه‌ای نکرده در این چند دقیقه که ما رفتیم و برگشتیم، همون 56 سنت یکی هر بشکه بالا رفته. بله، اتفاقی ما اکسپندش بکنیم داو جونز رو. یه خود طول میکشه ولی همونجور که مشاهده میکنید پایین ترین مقداری که بوده 20994 و در حال حاضر خب 21000 و این ترامپ رالی یا رژه ترامپ هنوز ادامه داره از بازار سهام، چون وقتی ترامپ انتخاب شد بازار سهام شروع کرد یک افزایش قابل ملاحظه تجربه کرد. در اینجا مشاهده فرمید در اینجا نشون به میده که چقدر شیر معامله شده. اینا تعداد سهامی هستند که بالا رفتن و درصدی هستند که شرکت هایی که بالا رفته سهامشون، درصد شرکت هایی که پایین رفته سهامشون. و البته این در 52 هفته نشون میده. خب در 52 هفته گذشته موشه شرکت ها بیشتر قیمتشون بالا رفته تا پایین بیامده و تا و حتی امروز هم بیشتر بالا رفتن. خب 60% نسبت به 60 میلیون بالا رفته ولی 59 میلیون پایین رفته. درصد همینطور میتونیم این برف از 30 شرکت بزرگ امریکایی که در داو جونز هستن در اینجا نشون میده که خب 16 تاش ادوانس کرده و 14 تاش پایین اومده و هیچ کمیش هم ثابت نموندن، یا رفتن بالا یا رفتن پایین. و همینجا هم یک بعضی از شرکت ها که به صلاح افزایش پیدا کردن در جهان نشون میده که United Health که بالا رفته، یک شرکت بیمه عمومی بیمه بهداشتیه و جنرال داینامیک با اینکه بهره خوبی هم میده هر سهامش قیمتش پایین 27 و به نظر یک معامله خوبی میاد. امریکن اکسپرس خوب کارت اعتباریه و گلدمن هم یه شرکتیه که از مردم پولشونی میذارن پیشش و در بازار سهام سرمایه گذاری میکنه و بهشون سود میده. خب والمارت هم بزرگترین شرکت مثلا فروشگاه‌های بزرگه که اونم رفت افزایش پیدا کرده. در اصل ساعت 10 صبح وقت من تموم شده، یک ساعت گذشته. امیدوارم که این برنامه قابل استفاده باشه واسه بینندگان و شنوندگان گرامی.
من امیدوارم که هفته خوشی در پیش داشته باشید و در اینجا بدرود میگم تا هفته آینده. جناب بهبهانی، بدرود.